صحبت‌های کوبنده ابراهیم رئیسی در سواحل مکران در استان سیستان و بلوچستان به مسئولان امارت اسلامی افغانستان در مورد حقابه رودخانه هیرمند. کاری نکنید که بعداً پشیمون بشید. آره حساسین، ما باید اینجور مواضع تندی گرفته بشه. همچنین لحظاتی پیش پرزیدنت بشار اسد به عربستان سعودی سفر کردند واسه شرکت در اجلاس سران اتحادیه عرب در روز جمعه. اونایی که میگن این پیروزی ایران نیست، نمیبینن، حتما به چشم پزشک مراجعه کنن. تروریست ها میگن ما کشتیم، کمله میگه عوامل خوب ما بودن، مجاهدین خلق میگن عوامل ما بودن، همه راضی. اما تران علی دوستی و علی کریمی فک دراز ناراضی. در این رابطه هم سخن خواهیم گفت. از روابط گسترده و روبه رشد ایران و روسیه جان کربی اظهار نگرانی کرد و فینار به اسفل سافلین. قراردادهای خوب نفتی بین ایران و روسیه و خبرهای خوب داریم واسه ایران، خبرهای شر داریم واسه دشمنان ایران. خب دوستان عزیز، یا علی میگیم و میریم تو کارش. سلام ایرانیان، سلام هموطنان ما در باکو، تالش، نخجوان. سلام ویژه واسه برا بچه کیپ حسینیون. سلام بر فارسی زبانان در کشمیر، هندوستان، پاکستان، تاجیکستانیای عزیز، افغانستانیای گرامی، فارسی زبانان در سمرقند، بخارا، فرخانه، شیعیان کویت، بحرین، القطیف، جنوب عراق، جنوب لبنان، بچون حوسی، شیخ زگزاگی و یارانش و سرتاسر دنیا، اونایی که صدای ما رو میشنون. صحبت‌های کوبنده ابراهیم رئیسی در مورد حقابه رودخانه هیرمند. ما مدت‌ها پیش همچین مواضع تندی از سوی مسئولین جمهوری اسلامی نمی‌دیدیم، به خصوص اونجایی که پای منافع ملی وسعت بوده. اما این بار صحبت‌ها بسیار کوبنده بوده. حساسین جایی که بحث شالتاق بازی طرف و طرفم حرف حسابو نمی‌فهمه و با دروغ و بازی‌های دیپلماتیک میخواد حق مردم رو بخور. الان کلی مردم سیستان، بلوچستان و علل خصوص مردم عزیز زابل و استان سیستان کلن لحاظ آب و مشکلات مربوط به آب در تنگنای شدیدی هستن و ما به این دست از مواضع تند نیاز داشتیم، کما اینکه ما ابزارهای بسیار زیادی واسه اعمال فشار بر روی دولت امارت اسلامی هستیم. کافیست صدور نفت و بنزین و مشتقات نفتی رو به افغانستان مسدود کنیم یا یک کمی کاهشش بدیم یا مراودات اقتصادیمون. کلی ابزار فشار ما داریم بر سر دولت افغانستان، امارت اسلامی افغانستان. حالا ابتداعا صحبت‌های پرزیدنت ابراهیم رئیسی بشنویم. دریای عمان آب برسه ان شاء الله به مناطق مختلف شهر. این زمان میده. خب یعنی قرار دستگاه‌های آب شیرین کن بذارن که در کنار سواحل مکران واسه استان سیستان و بلوچستان. این البته زمان میبره، یعنی برنامه چشم انداز آینده دولت به امید خود. اما حقابه که مردم سیستان دارن از هیرمند این دوره میشه مشمول رو زمان کرده تا اون زمانی که آب برسه به منطقه. این زمان زیادی هست، کار انجام کنه، واجب کنه، طولانی است. البته دوستان عزیزان ما که با انگیزه هستن تلاش میکنن این زمان رو محدود کنن، ولی این حق مردم
سیستان و منطقه سیستان و بلوچستان هم خواب گرمن مال الان هم نیست، این هم در معاهدات و قراردادها هست. هم در سال خرد کپو بابای کوزپت دشت ناامید دادن، این رود هیرمند که میاد خب ابتدا میریزه در اون قسمت دریاچه درون افغانستان، بعد میاد به سمت هامون چاه نیمه های بعد دریاچه هامون. خب اگه دشت ناامید نمیداد الان مردم سیستان و بلوچستان توی تنگنا و توی مشکلات اقتصادی نبودن، ببخشید مشکلات مسائل مربوط به آب، البته اقتصادی هم هست. یه زمانی همین دریاچه هامون یکی از مهمترین مراکز اقتصادی واسه شیلات، ماهیگیری و اقتصاد اون منطقه بوده، کلی لنج صیادی و مردم اون منطقه اقتصادشون با همون دریاچه هامون تامین میشد. خب الان هم بحث تشنگی، هم بحث کشاورزی، هم بحث کاره، واسه همین موج منفی مهاجرت خیلی وقت در سیستان و بلوچستان علل خصوص سیستان شروع شده و استان و کلن به استانهای یزد و خورستان رضوی و گرگان و گلستان و اینا میرن. خب دردآوره، زابل شهر اساطیر ما، شهر تاریخی ماست، سیستان، سیستانی های عزیز، پهلوان خیز، نباید بذاریم که سیستان خالی از سکنه بشه و دولت با طرح‌های حمایتی، امتیازهای ویژه مناطق مرزی ولی خصوص سیستان با این حجم از مشکلات باید کمک کنه که این اتفاق نیفته و فشار آوردن به دولت طالبان. بخشش هم دعوا مذهبی ها، یعنی طالبان و کلن افغانستان با این نگاه که در پایین دست شهرهای شیعه نشین ایران از آب هیرمند استفاده میکنن، بازی های مذهبی در میارن. متاسفانه اینو دوست ندارم بگم ولی متاسفانه بخشش نگاه فرقه گرایانه به این قضیه است که نمیذارن آب بیاد پایین دست. بودن است که این آب همیشه برای این منطقه میومده، در شاهنامه ها مردم استفاده میکردن، ولی یک دوره خاصی نبوده. من میخوام به حاکمان افغانستان عرض بکنم که این منطقه ما رو منطقه عادی تلقی نکنن، بسیار جدی بگیرن. کفو حسزین، باید با همچین مواضع مقتدرانه ای صحبت بشه. 20 ساله دارن بازی در میارن این زیر مشکلونی ها، مقامات مسئول دولت های مختلف افغانستان. کلی حالا ما مخلص بچه ها افغانستانیم، کلی ما همیشه بس پناهندگان افغانستان، بس مراودات اقتصادی ما حمایت کردیم و حمایت هم میکنیم از این کشور عزیز، دوست، اصلا خودمون رو عضو یه پیکر میدونیم، ولی واقعا مسئولین دولت‌های فعلی و گذشته افغانستان رو بس حق آبه ایران رو اذیت کردن، واقعا ایران اذیت. در صورتی ما کلی ابزار فشار داریم، عرض کردیم ما فقط کافیه مسئله سوخت به افغانستان ندارم، برق، ما کلی برق به افغانستان صادر میکنیم، کافیه تو اینا یک کمی اشکال بیفته یا چیزهای دیگه. میخوان از پاکستان بگیره برق، که همین امروز آقای شهباز شریف، آقای ابراهیم رئیسی، حالا بازارچه مرزین هم افتتاح کردن که به امید خدا هم واسه مردم سیستان و بلوچستان پر از خیر و برکت باشه، و همین که قرار ما برق صادر کنیم به پاکستان، یعنی اون چیزی نداره به افغانستان، سوخت میتونه بگه بده به افغانستان، پس از ایران میگیره، چون چی دوره برش کشور نفخیزی که نیست، محصورم، پس به ما احتیاج دارن. کافیه کما اینکه آقای ابراهیم رئیسی وزارت نیرو، وزارت خارجه، وزارت کشور رو مسئول این کار که کافیه به اینا هماهنگی باشه، و همونطوری که آقای ابراهیم رئیسی موضع قدرتمند گرفتن، اونا
تو عمل این موضع قدرتمند، اگر دولت افغانستان تمکین نکنه نشون داده بشه این مسئله. من دارم اخطار میکنم به مسئولین و حاکمان افغانستان. آفرین آفرین. حق مردم سیستان و منطقه بستان سیستان و منطقستان رو صریحا بدن. معتقدن که یا برخی به ما خبر میدن که سد آب اونچنان نداره، یا بخشی از این سد مثلا لجنه. کارشناسا برن ببینن، سریع اجازه بدن کارشناسان ما مراجعه کنن ببینن. اگر یعنی چی؟ وقتی این مطرح میکنه یعنی ما اطلاع داریم که این حرف شما دروغه، به شما دارید دروغ میگید، بازی در میارید. بذارید کارشناسان برن و ما اشراف اطلاعاتی داریم که شما دروغ میگید. بذارید کارشناسا برن و ببینن و ما میدونیم چیه اونجا. این به نوعی نشون میده که اینا دارن دروغ میگن به دولت ایران که صد آب نداره. البته صد کچکی و کمبند کمالخان هم زدن و آب روی پایین دست بستنه. یعنی با علم بر این که آب هست آقای ابراهیم رئیسی اینو میگه که میگن آب نیست. خب راست میگید، بذارید کارشناسا ما بیان. کما اینکه دیروز هم آقای امیر عبداللهیان اینو گفت که آقا مگه من نمیگید آب نیست؟ خب بذارید کارشناسا ما بیان برن بین 20 تا 25 متر بر ثانیه باید آب بفرستن واسه سمت ایران، طبق توافقی که زمان بابای پدر پسر شجاع بابای کوزپت توافق کرد. کارشناسان ما تایید کردن، بالاخره کارشناس ما هستن. بسیار خوب، اشکال نداره در نبودن آب که ما بحثی نداریم. اما اگر آب یعنی ما میدونیم هست یعنی از آن به این مسئله که ما خبر داریم میگید نیست، خب بذار برن کارشناسامون داره این حق مردم باید داده بشه. حق مردم رو هیچ عنوان اجازه نمیدیم ضایع بشه. بدانن دولت مصمم حق مردم رو بگیره در همه شون. اینم حق مردم استان هست، ما دنبال میکنیم در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره، نه در اینجا، در همه نقاط مرزی که در کشور وجود داره ما حق مردم کشور رو خواهیم کرد. یعنی اینجوری نیست که ما اجازه بدیم عنوان دولت کشوری بعد مسئله آب مسئله منطقه است، مسئله دنیاست انتخاب، اما اجازه نمیدیم حق مردم ضایع بشه. آفرین. این عرضه بنده و حق آفرین. مردم بسیار جدی بگیرن، جدی بگیرید، گله نکنن که به ما گفته نشد. آفرین. یا تصور میکردیم میشه با گفتار موازی بوده که واقعا من لذت بردم. گذشته ایام این قضیه ازش عبور کرد، نه گذشته ایام مسئله رو حل نمیکنه. بله آفرین. به صورت گفتگو دیپلماسی پیگیری ها نماینده ما در افغانستان استاندار محترم سیستان و بلوچستان دارن دنبال میکنن. اما من از حاکمان افغانستان میخوام که این مطلب بنده رو بسیار جدی بگیرن و سریعا اقدام کنن که مردم کفو کفو حساسیت باید اینجور موازه بگیره دیگه، بسه. امیدوارم روزی برسه این موازه برنده و گراز پتم بگیرن، او کمچدم کفگیر پت اون گراز دماغنم با همچین ادبیاتی باید باش برخورد بشه. الهام گراز دماغ این موازه. آفرین، گفتم اینو برجسته کنیم که دیگه بس مماشات و مثلا دیپلماسی و دیگه یا آب هست یا آب نیست. اگر آب میگید نیست خب بذارید کارشناسا، ما که میدونیم هست، ولی اگر هست کاری بهتون میکنیم که بعدن پشیمون میشید نگید نگفتیم. یعنی به نوعی هشدار شدید و لر، یعنی داریم سیتو میکاسکلی به زبون نوری میگم سیتو خاک تو سرت زیبا کلام الوات هفتاد عالم. خب اینم از این. لحظاتی پیش پرزیدنت بشار اسد سفری داشت به عربستان سعودی واسه دیدار در اجلاس سران اتحادیه عرب. هر کس از این تصاویر قدرت و اقتدار ایران نمیبینه حتما به چشم پزشک مراجعه کنه. خدا وکیلی چشماش خیلی شاید آب سیاه آورده آب مروارید آورده چشاش. 80 چند کشور جهان تصمیم گرفتن متحد ما رو سرنگون کنه. مرشد و پیاخو طایفه گفت برو روی کاری انجام به بزنید می ملاج دشمنان و یانکی های بی پدر و مادر.
نتونستن، دستی که نتونستن قطع کنن اومدن بوسیدن. البته اینا بازم در تداوم اون توافق ایران و سعودیه، آتش بس در یمن بین بچون انصارالله و سعودیا، و حالا سفر پرزیدنت بشار اسد به عربستان، کما اینکه هیئت عربستانی رفت سوریه. سوریه هیچ نه التماس کردن نه زاری کردن، نه گفت اخوایم نه گفت نیخوایم. اونا بودن که میخواستن. این بخشی از بلوک اقتداری مقاومته که به رهبری ایران با مرکزیت ایرانه. و هر گونه دوستان اتفاق مثبت در سوریه، در لبنان، در عراق، در یمن بیفته یعنی واسماس، چون اینا جز اقمار این جبهه مقاومت قرار داره. تبریک میگم به تمامی یلان و دلاورانی که رفتن به عنوان مدافع حرم، ولی از نگاه ملی به کام ایران عزیز ما، عمق ژئوپلیتیک ما امروز در سواحل مدیترانه است در اثر آن جانفشانی ها، پیاخو طایفه، شهید حججی ها، روان تمام دلاورانی که رفتن و جان شیرینشون رو از دست دادن واسه بالا بردن بیرق و پرچم مرتضی علی، از برای بچه دلاور تیپ فاطمیون که هر موقع داعش میفهمید روبروشون بچه های فاطمیون هستن لرز میگره فرار میکردن، تیپ حسینیون، زینبیون، حیدریون، هشت شعبی، هشت وطنی که در این پیروزی نقش داشتن، جانفشانی کردن، دمشون گرم و روان تمام شهدایی که در این راه جان شیرین رو از دست دادن روانشون شاد، یادشون گرامی. این قدرت گفتمان قدرت ساز ایرانه. این گفتمان جذابیت داره. یه بار گفتم آنتونی گرامشی میگه سلطه با هژمونی فرق داره. سلطه اینه که طرف با توپ و تانک میاد چند تریلیون دلار در عراق افغانستان خرج میکنه، چون متجاوز مردم روبروش میستن، بعد دست از پا دراستر با شکست خاری و خفت میره، هیچی هم به دست نمیاره. هژمون چیه؟ هژمون اینه گفتمانشو اینقدر جذابه که دیگران اونو با آغوش باز میپذیرن و تحت نفوذ این گفتمان قرار میگیرند. امروز در آفریقا دیدیم هر جا هم شیعه شدن زبان فارسی هم در کنارش میره، سنت های ایران. بسیاری از تو سوریه مثلا شب یلدا میگرفت، یعنی حوزه نفوذ فرهنگی و مذهبی ایران قرار میگیره، هم تو حوزه فرهنگی هم تو حوزه مذهبی، و خود این قدرت سازه. اتفاق بزرگیه سفر پرزیدنت بشار اسد به سعودی. ما نه التماس کردیم، نه تملق کردیم، نه خواهش کردیم، نه کما اینکه اردوغان مثل سگ التماس میکرد که بیاد با بشار اسد قبل انتخابات دیدار داشته باشه. بشار اسد قبول نکرد چون شروطی داشت، باید نیروهای اشغالگر اردوغانی از شمال سوریه خارج بشن. ما از موضع قدرت برخورداریم در غرب آسیا، واسماس. امروز ما یانکی های بیپدر و مادر رو اخراج کردیم و اخراج هم میکنیم. غرب آسیا حیات خلوت ماست. با عنوان برار گپ، ما نگاه استثماری و استعماری نداریم که. ما طرفدار مظلومیم. مگر میشه شیعه مرتضی علی استثمارگر باشه؟ آقا امروز تمام مردم منطقه، اون مصری ها دارن با ما مذاکره میکنن. جنرال سیسی فهمیده برار روز تنگ ماییم، شمشیر روز جنگ هم ماییم. بدون ایران هیچی تو منطقه حل نمیشه. یه زمانی اردوغان میگه بدون ترکیه هیچی. بابا شما تنزید، شما هر جا میرید متجاوز شناخته. تو عراق بهتون میگن متجاوز، میگه برو. در سوریه بهتون میگن متجاوز، باید برید چون با اشغالگری اومدید.
با زور. اما ما فرق میکنه، اون عراقیه عکس سردار سلیمانی و مرشد تو خونش میذاره، اون کشمیریه پلیس کشمیر یک کمی به زن این که مثلا یه بی احترامی کرده کارش میکنن که مجبور بشه خودش بیاد عکسای مرشد و پیاخو طایفه رو بچسبونه. این یعنی قدرت، این یعنی اقتدار. شیخ زگزاگی دیدیم آفریقایی مثل بلبل بهتر از من بدون لهجه فارسی حرف میزد. 20 چند میلیون نفر در نیجریه، در مصر به شدت در حال افزایش. این یعنی پایگاه نفوذ ایران به عنوان زعیم شیعه. حالا ما عرض کردم ما نگاه مذهبی نداریم، مثلا ما حماس اخوانیه ولی کمکش میکنی. طور نیست فقط به شیعیان. از زمانی همین محسوس ششو تا داعش اومد پیاخو طایفه ما کمکش کرد، دستوری نه یانکی ها نه سعودی ها نه ترکیه ها نه هیچ کدوم کمکش نکردن. ما همچین نگاهی هم نداریم، ولی خب این ابزار ماست، این گفتمان ماست که دیگرانم اینو با آغوش باز میپذیرن. دوستان عزیز، وقتی کمال قلیچدار اغلو تأکید داره خودشو علوی معرفی بکنه برخلاف عرف رایج ترکیه، یه زمانی جور بود مسخرشون میکردن سرکوبشون میکردن، این یعنی این گفتمان فراگیر شده و قدرت ساز و میپذیرن. و به نوعی کمال قلیچدار اغلو یکی از کاندیدای ریاست جمهوری در ترکیه این پالس میفرسته که منم در این گفتمان قرار دارم، منم ز خودتونم برار خودتونم. همینو میخواد بگه دیگه. خب این از خب قبل اینکه بریم بچو ادامه برنامه رو ببینیم، بشنویم صدای نوآوری نبوغ و اراده و ایمان ایرانی و موتر و انجن هوندا 125 پهپاد اگزاز زنبوری میسازه در حد لالیگا تمام سامانهای دفاعی دشمن رو فشل میکنه، کل میزنه و میاد، هل هله میکنه و میاد، رجز میخونه. نمیگه مثلا با نامردی نمیره مثلا اون پشت مشتا قایم بشه بی صدا بیاد، نه، همینطور هل هل میکنن داره میاد که داریم سی تو میکاسه کلی خودتون بیرید سفت. ای جونم، ای قربون ای صداد، ای سقه ای صداد بام اما خودتون بیرید سفت. ای خرید کپوت زیبا کلام، خاک دستر تاج زاده عباس عبدی و تمامی لیبرال ها و اصلاح طلبان بی همه چیز، بنازم تو شپرسو. خب آقا در اصفهان 3 نفر مجرم شناخته شدن، 2 تا از نیروهای مردمی بسیج و به شهادت رسوندن در این جنبش و فتنه عورت بنداز فواحش زن زندگی آزادی، و یه چیزی به جز هرزگی و زر زدن هم نیست و اوباشیگری، حالا محکوم به اعدام شده. ترانه علی دوستی رسما هم معلوم شده کمله و مجاهد شده، یعنی طرفدار توفاله های خل مجاهدین شده با کمله کدوم کمله؟ ایرانی ها گفتم 3 تا میشن حزب میزنن، 4 تا میشن انشاب میزنن، کمله زحمتکشان یا کمله عبدالله معتدی، فرقشون چیه؟ این مارکسیس لنینیسم کنار گذاشت، اونا کنار نذاشت، اونا کمله زحمت کشان مارکسیس لنینیسم بعد از دیوار فروپاشی دیوار برلین و بلوک شرق فروپاشی شوروی، خیلی از این عذاب چپ مارکسیس لنینیسم کنار گذاشتن، من جمله حزب پی که
یه سری عقاید در مورد محیط زیست و زنان و این شعار زن زندگی آزادی هم مالی عبدال اوجلان تروریست نادرس الوات، این پژاک، آدم خوران پژاک، اینا جایگزین مارکسیست لنینیسم کردن من جمله حزب کملا، البته بخش عبدالله معتدیش نه زحمت کشان. خب آقا قاتلین میگن ما کردیم، ما این جنایت انجام دادیم. چطور میگی آقا رضا اینو بشته؟ این مشاجره دو تا از این الوات های قاتله، این آدم کشان که تو زندان دارن مشاجره میکنن صداشون ضبط کردنه. ببینیم تا همون شرطه تو گوشه در آوردی به سال 18 سال گوسته نفرشون مردن. چی میگه؟ گفت آقا داداشیدون زابود تو آقل زیر نویسی یعنی مشخصه دارن حرف میزن صداشون ضبط شده، یعنی کاملا من این خیال نمیکردن که صداشون ضبط میگه دیگه، بدون هیچ چیزی مکنونات خودشون دارن میذارن و هم دیگه دارن میتوپن. میگه تو مقصری، میگه تو مقصری، یعنی ما انجام دادیم. الان میگه تو به سال هیمه که زنی نده دیدم این نگهبانی، تو میگه به تنه تا ما شابره با به تنه فردی زنی نده دی گفتی دوربین را در نگهبانی نگهبانی که با هم ودی، میگه به سوالی زنی نده دی که با اگرش گفتی سوالی هم چی تو شده، گفت آمبولانس اومده سه نفرشون رو برده، گفت سه نفرشون رو برده کلتی تو تو ماشین در رنگ بردی گفتی سه دی کلتی گیر کرده. میگم آه چه اومدم زنگم زدی گفتی بیا دنبالم، رفتم اومدم دنباله اصلا حالا دادم بردن آقا باری کلا تویی که تیر اندازی کردی یا کلاش دستت بوده اصلاحه دادی بردن، بعد منی که به قولی خودت حالا با کل تیر اندازی کردم سب میخواییم از کسی دیگه بیاریم. میگه قول تا تو ماشین در نهی بردی نشونی من دادی خب پوش کنونه دی گیر کرده گفتن سعیدین تا تیر به ناموسم به زونی به سخارم که میخوام دنیا نباشه کلتا تو ماشین در آورد گفت کلتی من گیر کرده نگاه کردم کلتش خالی شده بود. چرا کاری که کرده من گردن بگیرم؟ تو داری هم از نمینه دیگه گردنی من کاری که کرده یه گردن بگیرم. خدا برا علی کریمی فک دراز، ترانه علی دوستی پدر سوخته و تمامی سلبریتی های بی همه چیز، عبدالله معتدی گمال، کوزپت، کریمی فک دراز، مریم قلپو و همه این بیشرف های کسافت، خدا لعنتتون بکنه که مشتی جوونو اینطوری جوگیر کردید، فریب دادید، که نشون میده مشخص اینا جوگیر شده بودن، فریب خورده بودن، اومدن این جنایت انجام دادن. اینا نه نگاه حزبی داشتنه، حالا اینا میخوان مصادره به مطلوبش بکنن. عبدالله معتدی دنبال خون میگرده تو فالای خلق که اینا اسمشون برده بشه به قول خودشون وزن و جایگاهشون بره بالا، و در عمل اینا فریب خوردن، اینا نه نگاه حزبی دار، نه اعتقاد به کاری که کردن هم داشته. یه زمانی مخشون داغ کرده بود، خون به مغزشون نرسیده، جوگیر شده بودن، این جنایت انجام دادن. چقدر از خانوادان اینا نابود کردن، خدا براتون نسازه به حق علی. یعنی واقعا جای شما اون اوج اسفل و سافلینه، که البته اینا با همین خون و همین زندگی جوانان ارتزاق میکنن، کسب درآمد میکنن، واسه شون کسب درآمد دارن، خودشون هم پاپوشکنون خودشونه، طرفداران حامد گمالیون و مریم قلپو دارن و کوزپت میگن و برعکس، یا دلپولی نژاد، اینا نان در خون جوانان ایران میزنن که آدم قلبش درد میکنه. خب اینم بچه های این کشور بوده، معلوم عرض کردم نه نگاه حزبی داشتنه نه نگاه سیاسی داشتنه، جوگیر بودن، جوزده شدن، این جنایت انجام دادنه. لعنت بر پدر مادر تمامی سلبریتی های وطن فروش، اون حتی وطن فروشاش، خائنینی مثل دل پولی نژاد، مثل مریم قلپو، مثل گمالیون، مثل کوزپت و بقیه، علی کریمی فک دراز، حمید گمال نژاد و بقیه اینا که اینطوری خیلی از این جوانان و بیچاره و بدبخت کردن. البته اونایی که واقعا دستشون به خون آغشته نشد
نظام با رفعت، مرشد ما با رفعت، دیدیم که همون سال گذشته فله بیش از 5-6 هزار نفر رو آزاد کردن. همین چند روز پیش هم آقای محسن یجایی گفت بیش از 90 هزار نفر مشمول عفو رهبری شدن. یعنی نظام هم میدونه که اینا جوگیرن، جو زدن، حالا با سرشاخ اصلی برخورد میکنه و همسا اینا خود دیگه قتل نفس کردن، اینا شاکی خصوصی دارن. یعنی حتی نظام بخواد ببخشه، اینا قتل نفسه، اینا شاکی دارن. نظام میتونه، نظام نهایتش بتونه حق خودشو ببخشه، حق دیگرانه که نمیتونه ببخشه. اونایی که مقتول، خانواده مقتولین که نمیتونن، نمیتونه که حق اونانم ببخشه نظام. و بنای هم یه حرف به این معناست، آره ببخشید تا ما دوباره شما رو بکشیم. این معنا رو میده دیگه، آی بیاید ما رو ببخشید تا ما دوباره بیایم شما رو هم بکشیم. خب اینا راضی هن، میگن ما کشتیم، ما کردیم. اینجا هم عبدالله معتدی زیر مشکلو مال کمله عبدالله معتدی صحبت میکنه، میگه اینا نیروهای خوب ما بوده. در صحبتی که با ژیار گل، اونم پانه، پان کرده، این نکبت های نزدیک به همیناست، حزب دموکرات و او علی تجزیه و بقیه، ازش میپرسه. حالا بشنویم. 4 نفر رو دستگیر کردن، گفتن این افراد از اعضای حزب شما هستن، اعترافات این افراد رو پخش کردن و گفتن قصد عملیات نظامی در اطراف اصفهان داشتن به تأسیسات نظامی و امنیتی ایران. شما قبلا درباره این موضوع صحبت کردید، آیا این افراد عضو شما بودن و متهم هم شدن که از طرف سازمان‌های جاسوسی کشورهای بیگانه بخصوص اسرائیل اینا استخدام شده بودن؟ آیا حزب شما با اسرائیل یا سازمان جاسوسی اسرائیل موساد همکاری میکنه؟ خیر، ولیکن اینا بله اعضای ما بودن و اعضای خوب ما هم بودن، اعضای خوب ما هم بودن، اما اونجا شما نوکری موشمرگ و مزدور سگیونیستایید. خیر، زیر مشکلو، چقل، کیسل، شما مزدور، مزدیر دوپیلی، نه مزدور با ارزشی هم نه، دوپیلی سگیونیستای تو. ولی این بله میگه اینا مال خرهای خودمون بودن، خرهای خوب ما بودن. من هیچ احترامی واسه تروریستا و قاتلین فرزندان ایران زمین ندارم، حالا جوگیر باشن، بهتری فرزندان ایران زمین هم کشتن. اینا باید تقاص پس بدن، مگر شر هرته، خون ریخته شده، آدم کشته شده. خب این از این. حالا توفالای خلق اطلاعی زد، بیا اینا میگه اینا خرهای ما بودن، عوامل ما بودن، قاتلین این اوباش. میگه دستگاه مصادره بچه‌شا این بار مشغول مصادره رشادت جوانان اصفهانی به نفع خودشان. دعوا سر لاف ملاست. اینا میگن عوامل ما بوده، اونا میگن عوامل واسه چی؟ بریم فند بگیریم، پول بگیریم. بابا ما اینقدر قویم، ببین چه خرهای خوبی داریم، واسه اون میرن آدم میکشن، بسیجی میکشن، نیروی یگان ویژن میکشن. پول بده من، پول بده من. دعوا سر لاف ملاست دوستان عزیز، همیشه هم بوده. اینا دلغک ها دیوپیلی ماری حرفان. اما بالاخره ساله میر هاشمی، مجید کاظمی و سعید بعمویی، اگر درست خونده باشم، 3 جوان غیوری بودند که هیچ اعتباری برای بچه‌شا قائل نبودند، بلکه جز حامیان سازمان توفالای خلق بودند که با راهنمونای سازمان در مسیر مبارزه با رژیم جنایتکار آخوندی دست به سلاح بردن. الان من آمریکا میخوام یه 2 پیلوتو بزنم تو ملاج، پرت کنم تو صورتتون، یه 4 تا پولم پرت کنم واسه تون. الان من به کی پول بدم؟ به بچه‌شا بدم؟ و کوزپت بدم؟ به مریم قلپو بدم؟ و معتدی زیر مشکلون بدم؟ الان من نمیدونم با کی بدم و کدومشون بگم. ببین دوستا اینا چه کفتارایین،
چطور دارن کاسبی میکنن با خون جوانان ایران زمین؟ وقتی میگم اینا کاسبن، اینا نه ملت ایران براشون مهمه، نه پرنسیبی دارن، نه اصولی دارن، نه باوری دارن. باور اینا پوله، خداشون پوله. واسه پول در کنار هر جنایتی بر... مگه اینا توفاله خر نبود؟ سایت اصلی ما رو فاش کردن، بهترین فرزندان ایران مثل صیاد شیرازی به شهادت رسوندن، این همه جنایت کردن. اینا درد مردم دارن، مارک تو نوه. خب این از توفاله خلق. خودشو میگن ما کشتیم، بچه‌شا میگه زخمو بینه، معتدی گمال میگه زخمو، مریم قلپو و یارانش هم میگه زخمو بیه. حالا کار ناریم زهر که بی، ولی بالاخره مال یکی بی. اما کریمی فاک دراز، ببخشید، این اشتباه، اینو بزنم دوباره. آها، کریمی فاک دراز استوری زده، میگه هیچ خاکی در جهان به اندازه خاک ایران، اونم بی بی سی منتشرش کرد، زندگی در خودش دفن نکرده. بله راست میگه، همین ارباب بی بی سی، پیمونکار بی بی سی، بیش از نیمی از جمعیت ایران رو در قحطی بعد از جنگ جهانی اول یا در زمان جنگ جهانی اول از بین برد، 1917 تا 1923. هیچ وقت نیمی از جمعیت کشورت از قحطی بمیره؟ بله، واقعا هیچ خاکی به اندازه خاک ایران یک هایی ظرف دو سه سال نیمی از جمعیتش رو در سر قحطی انگلیسی ها از دست داد؟ یا این همه جنایت و کشتاری که انگلیسی ها قبل‌تر از اون و بدتر از اون، رئیس علی دلواری یکی از بهترین فرزندان ایران زمین بود، توسط خائنینی مثل امثال این فک درازها و پولی نژاد و بقیه، یکی مثل امینا با مثل مقداری پول از پشت تو سرش زد و به شهادت رسوندش. بله، این خاک هیچ وقت به اندازه خاک ایران زندگی از دست نداد، اونم توسط اربابای شما یا آمریکایی‌ها، یانکی‌های بی پدر و مادر و بقیه. همچنین ترانه علی دوستی جدیداً به سازمان مجاهدین خلق پیوسته و البته دوگان سوزه، هم با کمله است هم با مجاهدین. خودشون میگن ما کشتیم، دعوا اومده حالا کی خره کیان، اینا مال کی بودن؟ این میگه یاران خوب ما بودن. طرفداران مریم قلپو میگه زخمو بیه، بچه‌شا هیچ حقی نداره. اونم بچه‌شا هم میگن، یا کوزپت هم میگن زخمو بیه. تو چته ناراضی وسط تران علی دوستی؟ عرض کردم مصداق این آقا، نکشید چون تو رو خدا، نکشید چون بذارید ما زنده بمونن تا ما بیایم شما رو بکشیم. همین معنی رو میده، دقیقا همین معنی رو میده. ما بکشیم عیب نداره، ولی شما تازه ما عبرد این دادگاه، ولی اونا نه، یه دفعه این نامردی رو میکشن. حالا اینجا دادگاهی برگزار شده و دادگاه بدوی، تجدید نظر، دیوان عالی کشور، پروسه فلان، بعد شاکی خصوصی، سه تا قتل، سه خانواده داغدار شدنه. میبین چقدر اینا پدر سوختن؟ کور خوندید؟ اینا باید در ملأ عام، همونطور اون مجید رضا رهنورد گمال به اسفل سافلین رفته رو در ملأ عام کلفچه‌اش رو بستن و کشیدنش بالا، اینا هم باید در ملأ عام آویزون بشن و آویزون هم خواهند شد به امید خدا.
درسی باشه واسه اونایی که فکر میکنن با این بازی ها میتونن به ایران عزیز ما لطمه ای بزنن. سگ کی باشید؟ خب اینم از دل باباش هم مال توفالای خرق بود موجب رفعت نظام شد و بعد بازیکن تیم ملی و رو فوتبال و تیم ملی و شما اینم خب پول معلم خور بودی هم تو سریال شهرزاد و بانک سرمایه و جیک تو جیک بودید با هم دیگه هپلی هپو میکرد الان هم هپلی هپو میکنن بالاخره ادا اطفارا اینطوری هم در میارن. اینم از این آقا خبرهای خوب داریم. روسیه و ایران قراره به زودی یک قرارداد 40 میلیارد دلاری در زمینه نفتی با هم منعقد کنن. دوستان عزیز روابط ایران و روسیه به شدت در حال گسترشه. کریدور شمال جنوب استارت زده شد. امضای این کریدور توسط ولادیمیر پوتین و ابراهیم رئیسی عزم جذب کرده. یعنی دو کشور دیگه با خصوص خائنین داخلی که کلی خیانت کردن که این کریدور صورت نگیره، نه دو کشور یعنی نشون دادن که مصممن. همچنین توافق ایران و روسیه برای استفاده از ارز ملی. معاون نخست وزیر روسیه کریدور شمال به جنوب سه بخش غربی، شرقی و خزری دارد. شرقی ترکمنستان میره قزاقستان روسیه خزری وسط، غربی هم دو فاز میشه از باکو که فکر کنم اونو کنار میذارن و از ارمنستان. بعد میگه اگر موفق شویم ظرفیت کامل این مسیر را اجرا کنیم تا 15 میلیون تن حجم جابجایی در این مسیر است و حجم تبادلات تجاری تا 60 میلیون تن هم قابل افزایش است. حجم سرمایه گذاری که قرار است در این پروژه راهن انجام گیرد 1.6 میلیارد دلار است. موضوع استفاده از رمز ارز در تبادلات هم مطرح و توافقات اولیه بر آن حاصل شده است. همچنین اعلام شد چند روز پیش که دومین بانک بزرگ روسیه هم دفتر نمایندگی خودش رو در ایران اعلام کرده. همچنین قرارداد 40 میلیارد دلاری ایران و روسیه در آینده وزیر نفت با شرکت گازپروم، شرکت غول نفتی ها، گازپروم روسیه 40 میلیارد دلار تفاهم‌نامه داریم که با صحبت‌های اخیر وارد فاز قراردادی شده و طی چند ماه آینده قرارداد آن به امضا می‌رسد. در حوزه توسعه میادین نفتی و گازی قراردادهای خوبی با شرکت‌های توانمند روسیه داریم که برخی به تولید هم رسیده است. 10 میدان گازی و نفتی دیگر را کاندید توسعه از قبل کرده بودیم که در این سفر مسائل ابتدایی و نهایی شده و وارد فاز قراردادی شده است. بحث سواب فراورده‌های نفتی با ظرفیت‌های خوبی که در شمال کشور است به زودی فعال خواهد شد. روسیه گازش رو با ما میده، خب تحریمه. ما اونو میفروشیم، یعنی با یه قیمت کمتر از روسیه میخریم، بعد اونو میفروشیم با یه قیمت بالاتر به همون کشور اروپایی اگه بخوایم. الان بخشی رو از هندوستان داره نفت به روسیه صادر میکنه، از روسیه به هند نفت صادر میکنه، بعد همونو هندی ها به اروپایی ها. یعنی اروپایی خیلی ضرر کردن، جو یکی دو دست باید بچرخه تا برسه به خودشون. یعنی کلی تحریما به خودشون آسیب زد دوستان عزیز. خب بعد در همین جا متوقف میشیم دوستان عزیز. قبل اینکه شمسی خانم ناخونت نشکنه زیر مشکلون خدای خدا دست شمسی خانم. شمسی خانم خیلی ادعاش میاد، شمسی خانم خیلی کارش درسته. خب صحبت های جان کربی ابراز نگرانی کرده از توسعه روابط ایران و و هونه مدرم است. میگه ایران و ایران همچنان بزرگترین متحد نظامی روسیه است. بله میگه سکو روابط ای میگه ایران
قبلا توپخانه و تانک برای استفاده در اوکراین به روسیه داده است. خب زیر مشکلو این بج گروه. خب ایران همچنین به طور مداوم پهپادهای تهاجمی یک طرفه به روسیه ارسال می کند. حالا خبری منتشر شد میگفت C-35 ان قریب در ایران خواهد بود. حالا میمونیم تا برسه با امید خدا. اکنون پشتیبانی از یک دیگر از جانب هر دو طرف در جریان است. روسیه به ایران در حوزه موشکی پیشنهادهای همکاری دفاعی بی سابقه ای داده است. همچنین در حوزه الکترونیک و پدافند هوایی. ما به S-400 نیاز داریم. S-400 باید مچ بشه با C-35. یعنی ما اگه قرار C-35 و انشالله که اومدن باید حداقلش دو گردان S-400 بیاریم که حالت واسه استفاده از رادار قدرتمندشون و یا ما باید اوواکس بگیریم از مثل اوواکس از روسیه یا S-400 که به نظرم بهترین گزینه S-400 هست که اینا رو مچ بکنن با هم. ماه گذشته نیز اعلام کرد که قرارداد خرید جنگنده C-35 را نهایی کرده است. با امید خدا دارم میا اینه جان کربی میگه. امیدوارم این عروس های دلربا رو هرچی زودتر در ایران عزیز ما بگه. همچنین احتمالا C-35 به ارتش داده خواهد شد و C-SM-2 رو ما به عنوان بمبر سپاه البته به همراه انتقال تکنولوژی و کارخونه مونتاژش هم در ایران خواهد بود. سخوسی البته این صحبت های جنرال کربی ملبوریک گوش دیدیم دوستان عزیز. ترسیدن خدا خیلی هوایی سرزمین داره. جنگ اوکراین، نیاز روسیه، هند، چین، دنیا به ایران سخت نیازمند شده. خدا به چه زبونی میگه ایرانی ارزت داشته باش استفاده کن. استفاده کن لذتشو ببر. دیگه من چه کار کنم واسط؟ خب اینم از این. آقا یکی از پروفسور برجسته ترکیه گفته زمانی که ایرانی ها شاعر بودن بقیه اقوام داشتن رو درخت ها زندگی می کردن. الان بخشی از صحبتاشو می شنویم. برادر پروفسور کم گفتی. اون موقع ایرانی ها شاعر بودن، فیلسوف بودن، ریاضیدان بودن، منجم بودن، فیزیکدان بودن، معمار بودن. مگر کی این شاهکار مهندسی تاج محل ساخته؟ ما ایرانی ها نبودن، اصفهان بوده. معماران اصفهانی مگر نساختن تاج محل رو؟ اون موقع که ایرانیان این همه نابغه و نبوخ داشتن در اروپا وایکینگ ها و انگلو ساکسون ها و اینا توی جنگ وحشیگری و نه مدنیتی نه تمدنی، آدم های وحشی و بربر. اما ایرانی ها در اوج شکوه و پیشرفت و عظمت بودن. تمدن ایران اسلامی. خب اکنون بشنویم صحبت های این معرفیشون بکنیم. اینم اسمشون یادم رفت. پروفسور ایلبر اورتایلی مورخ برجسته ترکیه بخشی از صحبتاشو با هم میشنویم. ایران ایران حافظ فردوسی و اینا از شاعرای برجسته ایران. فردوسی فلان یعنی بونار اینا کسانی هستن که وقتی ملت‌های دیگر روی درخت زندگی می‌کردن. البته این عرض کردم مورخه و بیشتر در زمین شعر.
شعر ترنم میکردن. بیتلر ده اصلن üstünde yaşarken terennüm eden adamlar. Onun için به همین خاطر هیچ کس نمیتونه از شعر ایرانی پیشی بگیره. ایران شعرنی کیمسه aşamaz ve biz از اونجایی که پدران ما شعر ایرانی را خوندن و درک کردن و وزن و نظمش رو خوب میدونن، کما اینکه در اون اوایل عثمانی اصلا اولا خود زبان دیوانیش و زبان فارسی بود و اتفاقا شاه سلیم و شاه محمد فاتح اینا شعر فارسی می سرودن، اصلا کلاس داشت به فارسی شعر سرودن در دربار عثمانی. یا زبان دیوانی در هندوستان فارسی بوده. مگه عمران خان نبود گفت اگر استعمار نبود ما اون داشتیم فارسی صحبت میکردیم؟ هر شعرمی بیزیم اتالارمز اکویب بیلدیکلری. صداش قد شد. ببخشید بس که اشکالی در ویدیو پیش اومد. همینجا هم کفایت لب بحث میگه. ایرانیان در هر چیزی دوستان عزیز پیشرو بودن، صاحب سبک بودن، در موسیقی هفت دستگاه موسیقی که البته باربود در زمان ساسانیان این 11 دستگاه داشت که بعدن میشه 7 دستگاه با گوشهای مختلف در موسیقی، در شعر، در حتی تاریخ اسلام. شما در اسلام رو ببینید، مورخین، اهل حدیث، همه اینا ایرانی بودن. ملت‌های دیگه تا همین 300-400 بابا آمریکایی‌ها تا همین 150 سال پیش داشتن پوست سر سرخپوستا رو معامله می‌کردن، اینقدر وحشی بودن. یانکی های بی پدر مادر غربی الان دم تکون میدن، این انگلو ساکسی، تمدن انگلو ساکسونی وحشی، حالاش هم وحشیه. اینا آدم خور بودن تا همین دیروز. ما حضرت سعدیمون 800-900 سال قبل میگه بنی آدم اعضای یک پیکرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چو عضوی و درد آورد روزگار دگر عضوا را نماند قرار. که از مهنت دیگران بیغمی نشاید که نامن نهند آدمی. اونجا پخ 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 سر می بریدن. بله دوستان عزیز، ایرانیان به خودتون افتخار کنید، باور داشته باشید که تو میتونی هر بنبست بشکنی. تو واسه تو بنبست معنا نداره. خب دوستان، برنامه ما به پایان رسید، ولی مهر و ارادت ما به ایران و ایرانی تا ابد ماندگار است. با امید خدا، با امید مولای عزیزمان امام علی. خب میرسیم به جمله آخر. دوستان والا بلا تلا، ایران ما به پیش میره، شتابان هم داره به پیش میره. ضعف داریم، مشکل داریم، مسائل اقتصادی داریم، فقر، فساد، تبعیض، همه این چیزا. خب مسیر درسته، بعضی وقتا یواش میریم، بعضی وقتا کندی، بعضی وقتا سرعت تخت گاز. فقط یه مقداری اراده و ایمان میخواییم در جایی که ضعف داریم. نیاز نیست ما بریم فسیل های مکاتب نمیدونم مکتب شیکاگو، اون فریدمن گور به گور شده و اون آدم اسمیت زیرمشکلون و ریکاردو و بقیه. ما میتونیم از این شرایط عبور کنیم به امید خدا. سپاس از مهرتان. پیروز باشید.